رو کره زمین ما الان داریم با هم دیگه حرف میزنیم. حالا باز دوباره بسته به اینکه چه جوری رده بندی کنید خطوط رو، یه آمار چیز بهتون بگم، تعداد کلی خطایی که الان به کار داره میره رو چند هزار تخمین میزنم و میدونیم ما الان 6000 زبان داریم رو کره زمین که از این 6000 تا نصفش 3000 تاش در حال انقراضه و این 3000 تا نانویسان یا کم نویسا شدن، یعنی خط در واقع ندارن. اون 3000 تای دیگه یه بخش عمده ایشون، یعنی ما الان 3000 تا حدودا زبان نویسا داریم رو کره زمین. این 3000 تا زبان نویسا بخش عمده ایشون در دوران مدرن نویسا شدن و بنابراین با خطوط اروپایی، معمولا با الفبای لاتین می نویسن زبونشون رو، حالا یا یه خورده لاتین تغییر شکل پیدا کرده. و این که دارم میگم یه بخش عمده ای از این خطوط رو در زبانها رو در بر میگیره، یعنی تعداد زبانهای نویسایی که خط ویژه خودشون رو به لحاظ تاریخی دارن و زندن الان اینا چند صد تاست. منتها معمولا همه رو با هم دیگه میشمرن میگن چند هزار تاست، منتها یادتون باشه چند هزار تا توی دایره 3000 تایی، هر چقدر این برانور برین توی دایره 3000 تایی محدوده. ما کلی هم خط داشتیم که منقرض شده دیگه. شاید براتون عجیب باشه که خط چینی منقرض شده الان تقریبا، یعنی خط چینی اصلی، اون چینی که تکامل پیدا کرد توی چین، فقط تو تایوان الان به کار میره و بعضی از مهاجران چینی که جای مثلا تو آمریکا بعضیا همون خط چینی قدیمی رو یاد میگیرن، ترادیشنال چاینیز بهش میگن تو آمریکا، و خود مردم چین خط چینی رو دیگه بلد نیستن، یعنی خط چینی در واقع توی قلمرو چین منقرض شده. اگه چینی‌ها بیان برن تایوان و کمونیستا برن بگیرن که میخوان بگیرن، احتمالاً خط چینی باستان هستن، خط اصلی چینی کلا منقرض میشه که خیلی فاجعه بزرگی هم است. یعنی یکی از چیزایی که به نظر من باید حتما رخ بده اینه که چینی‌ها دوباره برگردن خط خودشون رو یاد بگیرن، چون چینی‌های الان مثل ترکای الانن که خط خودشون رو بلد نیستن، خط خودشون فارسیه و توی ترکیه و نمیتونن بخونن گذشته خودشون رو. ما موقعی که در مورد خط حالا داریم حرف میزنیم، بنابراین خاصگاه ایرانیشو باید توجه کنیم بهش و باز اینو باید توجه کنیم که تعداد خطهایی که توی تاریخ به وجود اومده تا پیش از دوران مدرن، و یادتون باشه اروپایی‌ها اصولاً ایشو خط ابداع نکردن، یعنی در دوران مدرن هم زبونای خودشونو با خط لاتین نوشتن و به این معنی نبوده که اینا خط جدید ابداع کنن، همین خط لاتین هم بردن پخش کردن تو کل دنیا در دوران استعمار، باز دوباره خط جدیدی تولید نکردن. منتها خطهایی که تولید می شده، یعنی شما اگر در محور زمان، این کار من انجام دادم و یک کتابم دارم روش می نویسم، شما رو محور زمان بیاین، خطهایی که تولید شده رو، خط تازه به وجود اومده، هر خطی هم معمولا از یه خط دیگری مشتق میشه دیگه، عیبی هم نداره. یعنی مثلا خط لاتین الان ما از خط اتروسک مشتق شده، منتها دیگه مثلا خط آلمانی ندارین یا نمیدونم خط فرانسوی، خط ایتالیایی ندارین، همه اروپا خطشون هم خط لاتین قدیمه. یه دونه خط دیگه دارن، خط رونی، که مال افسانه و اینام درباره زیاده، منتها مشتقی از همون خط لاتینه که بیشتر توی اسکاندیناوی به کار گرفته می شده، تو سوئد الان بیشترین نمونه هاشو می بینین. علامت اس اس رو دیدین رو کلاه خود آلمانا دوره جنگ دوم جهانی، اون اس اس که اونطوری می نوشتن اون به خط رونیه و نازی ها یه سری قصه درست کرده بودن که خط باستانی آریایی هست و اینا که حرف چرندی هم بوده، یعنی خط رونی مشتقی از خط همین لاتینه، منتها یه خط جدید اون وقت محسوب میشه. شما خطهای جدید که زاده میشن رو محور زمان و رو محور مکان نقطه گذاری کنید، یعنی مثلا من به شما یه خط نشون میدم، میبینید یه خط جدیده، از یه خط دیگه هم مشتق شده، مشکلی نیست، اتفاقا تبارنامه‌ش هم باید نگاه کرد بهش، نگاه کنیم ببینیم کی از چه خطی کجا این خط مشتق شده، اولین نمونهشو کجا می‌بینید و من بهتون میگم نقشه‌ای که پیدا می‌کنید چه شکلیه. این نقشه‌ای که پیدا می‌کنید اصلا همگن نیست، یعنی اصلا اینطوری نیست رو کره زمین در جاهای مختلف دوره‌های مختلف خط‌های مختلف به وجود اومده باشه، اصلا اینطوری نیست. خط‌ها از یه جا بیرون اومدن، از ایران زمین بیرون اومدن، خلاصتون کنم.
ولی از سراسر ایران زمین بیرون اومدن، یعنی ایران زمین همه جاش زاینده بوده. اینطوری نبوده که فقط از ری، فقط از بغداد، فقط از بلخ خط بیرون بیاد، کل ایران زمین مدام داشته خط تولید میکرده. و این خیلی خیلی جالبه. حالا اینو موقعی که ببینید روی نمودار و مستند ببینید، میگم اینا رو من دارم میویسم و به زودی منتشر میشه، ببینید، حیرت انگیزه. به لحاظ جغرافیایی بنابراین خیلی متراکمه. جالبه که به لحاظ زمانی هم متراکمه، به لحاظ تاریخی هم اینطوری نبوده که همیشه یه سری خط به وجود بیاد. یه دوره های شما دارین یه دفعه خط به وجود میاد اونجا، بعد اون خط ها دیگه میمونه، بعضیشون تا چند هزار سال میمونه، باز دوره دیگری میبینید یه دفعه زایش خط زیادی دارین. یکی از دوره ها، یعنی اولین و شاید مهمترین دورانی که شما زایش خط دارین، یعنی نقطه شروع این ماجرا رو میبینین، در میانه 1400 پیش از میلاده. و این البته قدیمی ترم میره، یعنی توی ایران تا 4500 پیش از میلاد، یعنی میانه 1500 پیش از میلادم میره. اون بولا، اون توپای گلی و علایمی که گفتم قدیمی هم، حتی قدیمی تر از اینم داریم. منتها شما توی حدود 3400-3500 پیش از میلاد توی منطقه جنوب غربی ایران زمین و یه خورده بعدش 200-300 سال بعدش توی شمال مصر کناره همینجا شما خط میبینید به وجود میاد، و نه یک خط بلکه چند خط، یعنی خط پیشا ایلامی میبینید و خط پیشا سومری میبینید. خط ایلامی اولیه و سومری اولیه از اینا مشتق میشن و خط هیروگلیف میبینید، و بعد خطوط دیگه، یعنی خط سندی میبینید، خط جیرفت میبینید، و توی سوریه هم، منطقه آسورستان هم یه سری خطوط میخی دیگه میبینید که زبانهای سامی رو بعضیشون میوشتن. و توی مصر همون یه دونه خط رو دارین، ادامه پیدا میکنه، دورهای تاریخیش رو قبلا براتون گفتم. تو ایران ولی یه دم خط زاییده میشه، و این انفجارهایی که در زایش خط دیده میشه خیلی جالبه. اینطوری بهتون بگم، شما توی تاریخ پیدایش خط رو کره زمین دو تا نقطه عطف کلیدی دارین که اصلا باقی با اینا قابل مقایسه نیست. یکیش همون نیمه دوم 1300 پیش از میلاده که اصلا خط به وجود میاد، یعنی خیلی مهمه این. طبعا دومیش باز شاید براتون جالب باشه، دومیش دوره هخامنشیه، و خیلی عجیبه که اینو با افتخار بنده اولین کسی هم که دارم میگم، یعنی هیچ کتاب دیگری من ندیدم و حتی مقاله جدی مشهوری که البته اشاره بعضی بهش میکنن، منتها اینکه روشن شفاف بیای بگی آقا جان در دولت هخامنشی و در قلمرو هخامنشی، در اولین کشور ایرانی که تولید شد و هویت ملی داشت و کشور یک پارچه ایران بود، در اونجا بود که یک انفجاری در پیدایش خط شما میبینید، و اونجا بود که الفبایی شد خط، یعنی خط الفبایی الان براتون میگم قدیمی تره، منتها اونجا بود که رایج شد. و این خیلی چیز مهمیه، این خیلی خیلی اهمیت داره. اجازه بدین یه تاریخچه ای از خط الفبایی رو حالا بیایم نگاه کنیم. میبینیم که دو تا نقطه داریم، خط الفبایی رو میخواییم ببینیم اولین بار کجا پیدا میشه. دو تا نقطه داریم که این خط الفبایی برای اولین بار اونجا ثبت شده، اولین نمونه های تاریخیش رو اونجا میبینیم. و حالا من بخوام تاریخ های اینا رو بگم، یکیش حدود 1800 پیش از میلاده، یکیش حدود 1200 پیش از میلاده. بنابراین دو تا نقطه شما دارین که خط الفبایی انگار تو این دو تا نقطه به وجود میاد تو تاریخ. و جالبه که این دو تا نقطه به لحاظ جغرافیایی هم جای خیلی جالبی دارن. به لحاظ جغرافیایی اینا در درون حوزه تمدن ایرانی هن، ولی در لبه حوزه تمدن ایرانی هن، و زبانی مربوط به حوزه تمدن ایرانی رو نویسان میکنن، یعنی اونایی که اومدن این خط رو درست کردن مربوط به حوزه تمدن ایرانی بودن. اینا مثلا به مصری، به چینی، به زبانهای دیگه اروپایی، زبانهای اروپایی حرف نمیزدن، زبانهای حوزه تمدن ایرانی رو حرف میزدن، توی جغرافیای این حوزه تمدنی هم بودن. اما یه نکته جالب، این دوتا نقطه، یکی صحرای سیناست، یعنی جنوب غربی ایران زمین، اون نقطه‌ای که زمین ایران زمین، قلمرو جغرافیایی ایران زمین به قلمرو جغرافیایی مصر راه داره و اینا با هم دیگه چفت میشن، و این همون مسیریه که مسیر مهمیه که هوموساپینس اصلا از قاره آفریقا بیرون اومد دیگه. دومیش هم خیلی جالبه، دومیش فینیقی است.
و اگر تاریخ اون منطقه رو بدونید، اولیش که گفتم 1800 پیش از میلاده مال صحرای سیناست، دومی که گفتم 1200 پیش از میلاده مال فینیقیه است. فینیقیه کجاست؟ یعنی لبنان امروز دقیق اگه بخوایم بگیم، یا کلیتر بگیم ساحل شرقی مدیترانه، یعنی منطقه‌ای که الان اردن و فلسطین و لبنان و سوریه توش هستن، تو این منطقه. موقعی که شما اینجا رو نگاه میکنید یه چیز جالب میبینید، و این اونم این که این منطقه هم اتفاقا با مصر در ارتباط بوده. این منطقه از راه آب، از راه دریایی، تاجران فینیقی با مصر از قدیم در ارتباط بودن، همچنان که مصریان دست اندازی میکردن به صحرای سینا و تلاش میکردن معادن اونجا رو استخراج کنن. بنابراین دو نقطه‌ای که شما ظهور خط الفبایی رو میبینید، دوتاش لب مرز مصره.